یک سال یک نگاه، هشتم دی ماه، فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد در ظهر روز شنبه هشتم دی ماه سال 1313 در تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی به دنیا آمد. فروغ فرخزاد در سال 1330 در 16 سالگی با پرویز شاپور، طنز پرداز ایرانی که پسرخاله مادر وی بود، ازدواج کرد. این ازدواج در سال 1334 به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج یک پسر با نام کامیار بود. آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او موجب تغییر در دیدگاه‌های اجتماعی و در نتیجه تحول فکری و ادبی در فروغ شد. نامه‌های منتشر شده فروغ برای ابراهیم گلستان نشانگر وجود رابطه عاشقانه بین این دو می باشد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب چهار پاره کار خود را آغاز کرد و با دو کتاب تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد در عرصه شاعری در میان شاعران مطرح ایران زمین ماندگار شد. آثار وی به چندین زبان زنده دنیا از جمله عربی، انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است. فروغ فرخزاد سرانجام در ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه 24 بهمن سال 1345 هنگام رانندگی تصادف کرده و از دنیا می رود. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. یا عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینه چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.